خب صبح همگی شما بخه. این هفته دوباره یه نفر رو داریم که خیلی سریع و سالمه، ورزشکاران دلاورانه، واسه همین اومدیم. گرمم هست حسابی، اصلا باور نکرده. اومدیم دوتا آب میوه خنک درجه یک گرفتیم که بریم برنامه رو شروع کنیم. بابا آزاد خانم، اول شما خواهش کنم. آزاد جت ببخشید تو رو خودم. چرا انقدر تو خودت در باز کردی؟ تقصیر من نیست، تقصیر جام جهانی. اول شما چه خبر؟ آزاد چه خبره؟ خیلی خوش اومدین، ببخشید. شایان الان قبل از جام جهانیه و انقدر کار داره که خدا میدونه. و ما گفتیم که شاید این چند دقیقه با ما بتونه فکرشو آزاد کنه. آره الان قشنگ چیزه، تراپیه، یعنی قشنگ میتونه فکرش آزاد بشه. فردا بازی ایران آزاده. آخ و منم هستم و شما هم هستم. بازی ایرانه و انقدر ما امیدوار هستیم که این بازی رو برنده بشیم. فردا اولین بازیه. آره آره، با ما باشین، با شایان باشین، رخکن حسابی واسه تون برنامه ریختن. بله خب. امیدواریم فقط از اون بازی ها نشه که تهش بیایم بگیم هیچی از ارزش های ما کم نشد. چرا بالا اگه به بازی من اون خیلی چیزا هم از ارزش هامون کم شد. شایان جان در مورد توه جان، نمده رخکن نیست جان، من رخکن نداریم. چقدر سوال. آره متولده چه ماه و سالی هست؟ دی 61. اهل کجا ایرانی؟ اهواز. به دنیا اومده و بزرگ شده اهواز. آره تا کی اهواز بودی؟ تا چه سنی؟ تا 30 سالگیم، یعنی تو 5 سال پیش. یه خصوصیت در مورد مردم شهرت؟ خونگرم، خونگرم، باحال، مهمون نواز، بیشیله پیله. ما چون نگاه اول کسی تو رو نشناسه ببینه در مورد چی فکر میکنه؟ میگه چرا اینقدر خودشو میگیره؟ یه مشخص هست و کسی که دفعه اول منو ببینه فکر میکنه که من اصلا خودمو میگیرم. خیلی مهربون. چرا اینقدر واقعا یعنی دیگه این همه میدونه این گستان چقدر مهربونه. چه بوی تو رو میبره به خاطرات بچه گیر؟ خیلی دقیق با مشخصات و تاریخ یادش میمونه. شیراز خاطره خیلی زیاد دارم از بچگی. بهار من واقعا میبرم سه چهار سالم بود، یه دو چرخه کوچولو داشتم، من میخواستم از طبقه بالا بیارم پایین بشم. این پلای شیب داره آهنی، اصلا یه وضعی. بعد من دو چرخه رو گذاشتم رو کولم، پله اول رو من پامو گذاشتم رو پله اول، بعد یهو دیدم کف زمین پهنم و مثلا این بره سرم شکسته. یه بار دیگه یه جای دیگه افتادم این بره سرم شکست. اینا خاطراتی از خیلی زندگی شکستگی زیاد داریم. خیلی زندگی روتین و ساده و معمولی بود مثل همه. لید بمیرم واسه مامانت. آره خودم همینطور. خب اولین کاری که داشتی چی بوده؟ اینو جلو بگم، اولین کاری که باهاش پول درآوردم کار توی شرکت تبلیغاتی کار میکردم به عنوان کارآموزی که کار گرافیک یاد میگیره. من کار گرافیک یاد گرفتم اونجا. سال 77 78 بود و اولین کاری که کردم کار طراحی گرافیکی بود. 23500 تومانم من حقوق میگرفتم در ماه. 23500 در ماه؟ در ماه سال 1377 یا 8. پول تو جیبی خودت بود دیگه؟ یه گیتار خریده بودم اون موقع قسطی، میخواستم رو پای خودم بایستم و اینا. خیلی ما مثلا خیلی مشکل مالی خاصی نداشتیم، ولی خب چیز هم نبودیم، خانواده یه پولداری هم نبودیم. و من میخواستم رو پای خودم بایستم، یه گیتار خریده بودم. گیتارم قسطش ماهی 25000 تومان بود، من 23500 تومان رو میگرفتم و هر ماه 1500 تومان زیر بودم. بدهکاری مال مرده رو من از اونجا یاد گرفتی. اولین جایی که دوست داری بری اگه میتونستی بری ایران؟ و یواشتر رانندگی کنم. اولین جایی که میتونستم برم، خب میرفته بهش زهرا، ولی نه مثل امام خمینی که برم اونجا بگم آب و برق مجانی میکنیم. چرا بهش زهرا؟ میرفتم میخوای اینو نگم، این غمگینه. این اب نداره، ما غمگینه. میرفتم سر خاک مامان بابا هم، خدا بیامرزتش. مرسی. بعد حالا اگر بخوایم اینو بذاریم کنار، ولی اولین جایی که میرفتم، میرفتم یه ذره رستوران های ایران، ساندویچ های ایران، غذا و اینا رو. غذا که امضا توش الان چیه؟ خیلی غذا ها سازم. یه دونشو بگو که اصلا خودت هم براتون. ببین من قلیه ماهی خیلی خوشمزه درست میکنم.
مال. چه جوری هم گفت قلیه مال. آره ما میگیم قلیه مال. چون ما میگیم قلیه ماهی نه ما. نه قلیه. قلیه مال. قلیه ماهی، قلیه میگو. وای باقالی پلو با انواع مثلا گوشت و مالچه و خب اصلا اشتباه کردم سال کردم. تحچینم که تو به فرمایشام دیدن دوستان چند سال پیش. شام بیا تموم کنیم. دیگه بگم براتون قرمه سبزی درست میکنم برای آزاده. ببین این قرمه سبزی استریا درست میکنن، گوشتش اینجاست، لوبیاش اون برای سبزیش. من اصلا قرمه سبزی درست میکنم بین زن و شوهر اختلاف میفته. بس بس بگذاریم. یه اخلاقی که از بچگی روت مونده. خجالتی. آره هست. یه چیزی که مد شده و هیچ وقت ازش خسته نمیشه. کچلی. آره. نه یعنی که آدم موهاشو بتراشه. آها یه چیزی بگم شاید برای خیلی‌ها جا بشه. شایان قشنگ مو داره، یعنی اگه بذاره مو داره ولی دوست داره که کچل میکنه. آره من تقریبا در 12 سالی که کچل میکنم خودم دوست دارم یا درش تنبلی. سلام آزاده جان عزیز و خوشگل. عزیزم من هفته آگاتا کریستی رو از دست دادم. الان برای دیدن سریال و دیگر هیچ کدام باقی نماندن سایت و اپلیکیشنتون رو چک کردم ولی موفق نشدم پیداش کنم. میشه بدونم آیا باز هم پخشش میکنید و یا جایی هست که بتونم پیداش کنم؟ دعوام نه. وقتی راجع به یه موضوع اصلا داری صحبت میکنی من تا ساعتها بعدش تو مغزم با اون داستان درگیرم و میجنگم باهاش. آهنگی که وقتی دلت میخواد شاد بشی یا وقتی که دلت میخواد آروم بشی گوش میدی چیه؟ میدونم که رپ گوش میدی. میخوره. نمیشه برد و سنگ و یه تنه به مادرم گفتم چشم مردم به منه شونه به شونه محکم کوبنده تیمی که اینجاست واسه بردن اومده محکم کوبنده تیمی که اینجاست واسه بردن اومده